فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران در دانشگاه علم و صنعت تهران درباره درگیری مرزی پسین میان مرزبانان امارت اسلامی و ایران میگوید که در عقب این مسئله دشمنان ایران هستند و میخواهند تنش مرزی با افغانستان را به جنگ تبدیل کنند. این فرمانده درگیری با نیروهای مرزی امارت اسلامی را به اهمیت خوانده است. پشت این قضایا خیلی از دشمنان ما هستند که میخوان این رو تبدیل به یه موضوع بزرگ بکنن، تبدیل به درگیری بکنن، تبدیل به جنگ بکنن که مطلقا این اتفاق نخواهد افتاد. به هر حال وضعیت افغانستان برای همه ما روشنه. بعضی هم میان خودسرانه کارهایی میکنن و میخوان ایجاد درگیری بکنن، اون رو نباید خیلی بزرگش بکنیم. از سوی هم سخنگوی امارت اسلامی میگوید که برخی از حلقات میخواهند روابط افغانستان با کشورهای همسایه را صدمه بزند. ذبیح الله مجاهد میافزاید که حکومت سرپرست خواهان روابط خوب با کشورهای همسایه است. بعضی کاری است که غواړي د افغانستان د همسایگان ترمنځ روابط خراب کی او بعضی وړي مسائل غټي، نو د دواړو همسایه هیوادونو وظیفه جوړی چې داسې دسیسو ته متوجه وشي. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی به این باور هستند که درگیری مرزی به سود هیچ طرف نیست. هم ایرانی چارواکی و هم افغان لوری دغه ټکته متوجه شي تر څو دغه کوم اړیکې چې زمونږ او د ګاونډیانو ترمنځ دا خراب نشي. درگیری میان مرزبانان امارت اسلامی و ایرانی به روز شنبه در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز انجام شد که در نتیجه آن یک نیروی امارت اسلامی و یک مرزبان ایرانی کشته شدند.